در اوکس اومدیم با یه ویدیوی طبیعی دیگه قراره رو بریم سفر کنیم به زیبایی‌های افغانستان و همینجور از شاتی که دارید می‌بینی متوجه کلیت داستان میشین که قراره چه ویدیوی پرهیجانی رو با هم دیگه سپری کنیم. خیلی اگه از افغانستان اطلاع مشخص و جامعه نداشته باشن فکر میکنن افغانستان به دریا چون به دریا راه نداره رودخانه یا دریاچه و این داستانا نداره. توی این ویدیو قراره به این داستان بپردازیم که اون برعکس دارن اشتباه میکنن. قراره به یکی از آبشارهای خیلی باحال توی قندهار به نام بند یا آبشار داله سفر کنیم و اونجا رو ببینیم. یه مکان تفریحی و طبیعیه برای اولین بار. بعد چشمه‌های زیادی افغانستان داره، مخصوصا تو فاریاب و بدخشان و پنجشیر چشمه‌های خیلی زیبا و باحالی داره. قدرت خدا رو نگاه کنید حاجی، خیلی مکان تفریح و مشریه. آخه این همه برف یه جا جمع میشه چقدر اصلا کجا میاد این برفا؟ این برفا کجا میاد؟ یا تو دل کوه، تو دل کوه تو چجوری آب میاد اصلا؟ تو غار مثلا آب میاد. برعکس بریم که کامنت این ویدیو رو هم بخونیم و بپردازیم به ویدیو. رفیقمون آمون عثمانی گفته سلام به دو برادر کشور شیر ایران، خدا کنه که ساعت کامل داشته باشیم با فامیل محترمتون. تشکر که ویدیوهای زیبا پست میکنید تا قلب قرمز. مرسی از اینکه دوست دارید. دمتون گرم بچه‌ها، کامنتاتون به شدت به ما انرژی میده. کامنت های باحال رو توی ویدیو بعدی میخونیم. بریم با هم دیگه این ویدیوهای هیجانی ببینیم که به شدت الان شورش برعکس. لینک اصلی ویدیو تو دیسکریپشن حتما برید ویدیو کامل اونجا ببینید. من چیزی که خیلی منو جذب کرد تو این داستان ویدیو اول که خود آبشاره بود که دیدم و دوم مثلا تایتلی که نوشته افغانستان است نه اروپا. البته اروپا رو اروپا یه اومده اروپا بنویسه. اروپا پشت توه. آره یه جوری برعکس نمیشه. کاری نداریم. بریم داستان رو داشته باشیم. ما چه شدتی هم داریم آبشاره میاد. یعنی شدت داره. یعنی با فشار اینقدر تنظیم شده بابا. اینا الکی خیلی حساب شده. دقیقه دقیقه همیچ. بعد الان یه نمای بالایی هم میاره آجی. ببین از تیکه تیکه داره میاد. چون برای عکس ما آبشار دو مدل، آبشارهایی که بلنده به صورت یعنی از خود بدنه کوه شروع میکنه به ریختن، بعد وصل میشه به همچین آبشارهایی در واقع. یه نوع آبشارها اینجوری کوتاهه که بازم این خطرناکه. خودش نگاه کوتاهش نکن اصلا تو بپری. خدا بیامرز فکر نکنه کسی که شنا کنه اصلا. کسی نمیتونه اینجا شنا کنه. چی بخارا میبینی؟ اینجا هیچ کی نمیتونه شنا کنه. این بخارا چیه؟ از سرمایه گرم اینجا غرق میشه. نه بخارا نگاه کن. این بخارا نگاه کن. بخار اگه بخوام برات بگم حالت آبشارهای ریز ریز است. برای همین فکر می‌کنی بخاره. تعجب کردم فکر کردم اینقدر حالت بخاره دیگه. الان همین میشه بگیم بخاره. تو کجای قنداره بچه‌ها؟ فکر کنم همون اسمی که زده همون قسمت یه قسمت از شهر قنداره. بند داله. بچا شنا کردن اصلا به نظر شما اینجا منطقیه؟ نه اصلا اینجا غیر منطقیه. ببین کرکودیل هم باشه اینجا غرق میشه. چقدر شلوغه ایوه. نهایتا بتونی پاتو بذاری داخلش. تموم شد رفت. یه ماهی میاد پاتو گاز میده. نه اینجا فکر نکنم ماهی داشته باشه. ماهی واقعا غرق میشه تو همچین فشاری. کوسه تو قندهار یه ویدیو دیگه هم ریاکشن رفتیم راجع به آفرود بازی و دریفت زنه توی زمینای خاکی. فکر کنم کلا قندهار تو این سبکه. یعنی کلا قندهار یه زمان پایتخت افغانستان بوده دیگه. خیلی زمان ها بوده. یه شهریه که همه چی توش هست از انار گرفته تا برو مثلا تو منابع طبیعی. البته انار هم خودش منابع طبیعیه دیگه. بعد هویجای خیلی بزرگی هم داره. یه ویدیو در مورد قندهار رفتیم. یعنی من اصلا همچین هویجی ندیده بودم. یه مغازه بود هویج میفروخت. خب زردک. همون زردک. هویج اینقدر بود آخه چجوری هویج چجوری؟ قندهار روشش فرق داره فکر کنم. خاکش حاصل خیزه چجوری؟ همه چیش بزرگه. دیگه قندهار معروفه به چه چیزایی؟ شما توی کامنت ها بگی. آره طبیعتش منظوره. طبیعی. آره طبیعی که 100% داره. و باحالش اینه که اکثرا مردم میان. نمیدونم داستان چیه. اوه. یه قسمتش که فشار نداره. آره اینجا باز منطقی شنید. اینجا تو فقط راه برو. نمیتونی راه بری. چرا اینجا شاید بشه راه بری؟ نمیشه راه بری. میتونی رو سنگا بشینی. تو فشار آبو در نظر نگیری کلا بگیم اصلا فشار نیست میتونی راه بری. لیزه. آره تو رو سنگاش هم نمیتونی راه بری. لیزه. هوای تمیز به شدت تمیز. چه فشاری داره. ابرا رو نگاه کن. ابرا هم میگه ابرا کلوموس. کلوموس ابرا. ابرا کلوموس میگم بکنه. آره
یکی اونجا نشسته نسنگه، یهو میاد بالا یهو میاد پایین. فکر نکنم اینجوری باشه، چون صدا اصولا اینجوریه برای وکس. توی تابستون رو میبندن صدا که بارندگی که تو زمستون میشه صد پر شه، بعد توی زمستون که دیگه صد پر میشه صدا باز میکنن، قبلش البته مردم اطلاع میدن. و چون اینم اسمش بند داله بود، 100% یه ابتدایی داره دیگه صدا بندش، که اونجا آب رها میکنن یهو درو باز میکنن آب بیاد برای زمینای کشاورزی، برای کلا طبیعت خیلی حال میده داستان. فکر کنم تو بهار تابستون هم هست قضیه. وای وای اینگه مثلا کف کرد از آب شمیز سفیده، بعد عروس سنگا داره میره تو بحرش. مادم فقط مثلا بشینه روی یه دونه این سنگای آب رو نگاه کنه، با فشار زوم کنه رو آب. سوار شی با قایق، بری بری فکر کنم ببرد پنج شد. اوه ماجی من خیلی دوست دارم بیام اینجا شنا کنم. اینجا هم عمق داره، زیر آب که نمیره البته. اینجا میشه شنا کنم، خیلی هم لذت میبرم. 100% خیلی ویو آب و کوه یه چیز بی‌نظیریه. این فشارش خیلی منو نمی خیلی منو متعجب کرده، فشار آبه. آره سفید شونه اصلا، سفید می بخوره به سنگا اینا کف میکنه از فشار داره، از فشار داره سفید میشه چشمه جوشان. بعد از اون آبشارهایی که البته اگه بچه این ویدیو دوست داشتن، از اون آبشارهایی که ارتفاع دارن تو افغانستان هم ویدیو میسازیم پارت بعدی. اوه طبق معمول برعکس توییتر بازم اون برن. آجی فکر کنم این بند داله رب داره به همون زمینه، یه قسمت از آب رد میشدن با ماشین. فکر کنم این رب داره به یه نمای دورترشه، میبینی خیلی طولانیه. صدایی که تو افغانستانه که نمونه هاشو خیلی دیدیم، تو نورستان دیدیم، توی پنشیر دیدیم، تو فاریاب دیدیم، خیلی جا دیدیم. این صدها تقریبا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر طولشونه، که خب بس میشن به زمینای کشاورزی توی مسیرش. اینجا هم پر زمینه اینجوری. آره این تازه یه قسمتیه میدونی، یه زمانهای اینجا پر آب بود تا اون قسمتایی که ماشین بوده. ولی خب قندار از اون دست از شهرهای افغانستانه که گرم و خشک، یعنی گرم سیر حساب محسوب میشه. هرات و قندهار و تمام این کوه کوچیکایی که میبینی تمام اینا سنگای زیر آب بوده دیگه. آره دیگه، آره اینجوری بوده. حساب بکنی خیلی ترسناک میشه داستان. ترسناک میشه. جنوب افغانستان کلا مایل به خشک و گرم سیره، شمالش دیگه هر چی بره شمالتر مرطوبتر و سرسبزتر و اینا، یعنی خیلی بیشتر از جنوب میشه. ماشین آب نبره. خیلی اینم طولانیه، خیلی طولانیه. برعکسی که اطلاعات کامل دارن از بند داله یا داله، حتما برام بنویسن که این صد از کجا شروع میشه، از کجای قندار و به کجای قندار میره. اینو برام بنویسن. مردم روستایی اینجا خیلی کیف میکنن. آره من فکر میکنم اینجا هم حالت به صورت تفریح بلیتیه، یعنی بعد پول بدی. نه نه اینجا اصلا بلیتی چیزی نمیکنه، رایگانه 100% رایگانه. چون بند امیر من فکر میکنم بلیتیه. حالا شما توی کامنت بنویسید بند امیر بلیتی فقط برای اینکه بری سوار قایق بشی. چرا اینجا مثلا میتونه یه طرف بیاد مثال از دولت اینجا یه قسمتو کرایه کنه، که البته اینجا انقدر فشار داره هیچ کاری نمیشه تو هیچ قسمتش بکنی، بیاد مثلا چیکار کنه، بیاد قایق بزنه مثلا با هزینه شخصی پولشو بگیره. میگم اینجا اصلا نهایتا کاری که بتونی بکنی یه قسمت درست کنی پاشونو بکنن تو آب خودشونو با طناب بگیرن، که نه اینجوریه. این بود از ویدیوهای خیلی باحال بند داله، یکی از بندهای باحال. برابکس حتما برای حمایت کردنمون لایک کنید ویدیو رو، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که ویدیو بیاد بالا برای بقیه هم نشون داده بشه، که ما بتونیم بیشتر حمایت بشیم و بیشتر ویدیوهای باحال بسازیم. اگه این ویدیو هم کامنت و لایکش رفت بالا، پارت بعدی راجع به آبشارهای باحال تو شهرهای افغانستان یه ویدیو کلی درست می‌کنیم و میریم اونجا نگاهی می‌کنیم. خلاصه دمتون گرم، دوستتون داریم و پیشنهاد می‌کنم حتما این ویدیو رو ببینید که سفر کردین به پیست دیریف فازی و آفرود بازی قندهار، که واقعا هیجان خیلی خاصی داره. یه کویریه که توش میان اینجوری با توییتا دیریف می‌کشن، خیلی لذت بخش شبیه چیز بود و شرطو اینجوریه دیگه. آره همون داری بابا فرمونو بشن اومد کردن. آره تو خواب نمیدونم برای وکس. سی یو لیتر.